تاجیکستان لغو میشه. یه بلیط پیدا کردم من دارم میرم ارمنستان که روزنامه دارین شما؟ بله. نگاه که دنیا رو بهم دادن. با ایما اشاره پیدا کردم. من رسیدم سر آرامگاه عبدالقادر بیدل دهلوی. من رسیدم ارمنستان. دنبال کسی باید بگردم که این شعر بلد باشه. میچرخم و میرقصم و مینوشم از اینجا. بیخود شده از پیشم و از گردش انده. آمدی جانم به قربانت. ولی حالا چرا؟ looking for maybe Smith. Where are you? حضرت مولانا بعد این اسمیت فیلی گیریم بفرسیم تهران. خیلی خوشحالم. منم خوشحال هستم. عکس شما تایید شد. او دوستی هم زهی دورنگه. تمام. تمام. اینجا موزه مادر ارمنستانه. یه آدرسی اومد که باید میرفتم به یه مکانی به نام قلعه سرخ. قلعه اختیار الدین یا بالای سار که 5000 متر مربع مساحتش است. به نظرتون نشونه بعدی کجاست؟ لیلن راک ناشقا حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو ون در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو You understand? No? No? Okay. Yeah, a little bit, I understand. Little bit? Are you sure? دروغ میگه. بازم داره دروغ میگه. من فکر کنم مسیجم اومد. یا پیامک در واقع به مسیج؟ بله عکس شما تایید شد میتوانید با همگروهی خود به سوی تهران حرکت کنید منتظر شماییم نشانه بعدی را باید در تهران جستجو کنید My our mission complete in Turkey Really? Yeah wow. We must go to Tehran and begin the challenge Okay? Which time you'll go? Right now خب حالا من و الان یک تیم هستیم با هم خیلی امیدوارم که به پیروزی با هم برسیم خب نمیدونم بقیه گروه ها دارم چی کار میکنن اما من خیلی کار سختی داشتم زیاد بلد نیست من هم اونقدر ترکی بلد نیستم فارسی هم بلد نیست یه جوری داریم با زبان پانتومین با هم حرف میزنیم اما تجربه باکو خیلی تجربه خوبیه اینجا حافظ رو میشناسن شهریار از حفظن نظامی گنجوی رو میشناسن و من اینا قول دادم که ببرمش تبریز و ببرمش خونه شهریار و امیدوارم که این تجربه که اینجا بود تجربه خیلی خوبی بود و امیدوارم که این تقابل سینمای ما با سینمای آذربایجان اتفاق بیفته و من اولین دست دوستی رو به سینمای آذربایجان خواهم داد چون بسیار فرهنگ مشترک و کلمات مشترک و تمدن مشترک داره مرسی تانک یو تو گل جان داخل یکی از این برجای کوچکه که هست ببین اینجا برای دیدبان نگاه کن آه بله این اصول های میرفتم سراخ ها دیدی که برای زمان جنگی اما قلعه جنگی نشان میده بازار میتونی ببینی خودش اینجا رو میتونی ببینی دیدی او چت ما میگیم شما رو ببینی کم نور میتونه بته به اتاق چون کلکین ما میگیم بسیار کوچک است نور بیشتر است پنجره بنده پنجره بله بله پنجره شما میگین بیشتر که نور هفتاب هست چت میگیره شما سقف میگیره داخل از اون اکسکیوز می کن یو اسپیک انگلیش آی نید هلپ یو شما ایرانی هستی شما فارسی میتونین حرف بزنید؟ بله بله خب چقدر خوب ایرانی؟ نه ارمنی هم خب چقدر عالی که فارسی حداقل حرف بزنید من دنبال یه نشونم شما نشونه ای عکسی پاکتی چیزی برای من نداری؟ نشونه منظورتون چیه؟ عکس پاکت یه خبر نمیدونم دنبال یه نشونم من میدونم اون نشونه ای که شما دنبالشی
اون بله هست. واقعا؟ این همه پله؟ این عکسی که الان داریم میبینین همون عکسی که از تهران برای ما ارسال شده که باید بریم اینجا. خب من اینو به وریک نشون دادم، شناخت، گفت اینجا قلعه سرخه و در واقع مال معماری دوره همون سلطان اکبر. سلطان اکبر اکبر کا بهترین تو کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، تو اس کو ابھی ہم لوگ تو ڈھونڈنے والے ہیں، ہم لوگ تو چلتے ہیں پھر سرچ کم. نه حالا من چجوری این همه پله رو برم بالا؟ فکر کنم از 1000 تا 2000 تا پله بیشتر باشه. تأخیر هواپیما بهمون خورد، کلی سانه برامون پیش اومد، حالا این همه پله. امیدوارم فقط سر تایم برسم، به موقع برسم. با من تو رو دعوت میکنم که بخیر دفعه دیگه بیای افغانستان، هرات و هارامی خوبتر بگرد. آره حتما. الان دیگه مسابقه شروع شده، باید بریم سمت ایران. ایران دیگه زودتر میریم، خودمون رو میرسانیم. حیف که بیشتر وقت نداشتیم. این مسابقه بسیار مثل کجاله دارن. از زمان حدس روان کردی دیگه ببینیم. طبق نشونهایی که روز اول پیدا کردیم، قرار این بود که من برم تاجیکستان. ولی الان این دومین دفعه است که میام فرودگاه و پرواز تاجیکستان از طرف خود، یعنی پرواز مستقیم از طرف خود تاجیکستان لغو میشه. سلام دوستی، من که نمیشناسمت، میدونم که به پرواز نرسیدی، نتوانستی بیای دوشنبه پایتخت تاجیکستان. من خیلی منتظرت بودم، خیلی مشتاق هستم تو رو ببینم و کشور زیبا و قشنگ تاجیکستان رو بهت نشون بدم، اما متاسفانه نیومدی. من از اینجا فیلم میگیرم و روزی که قرار است با هم در مسابقه در ایران اشتراک کنیم برایت میبیارم. تا بینی تاجیکستان سرزمین شعر و هنر است. رودکی شاعری که دوستش دارم در اینجا است. موزه های بزرگ تاجیکستان نشان دهنده بخش بزرگی از تاریخ مشترک ماست. کاش اینجا بودی و با هم کشور تاجیکستان را می دیدیم. دلم می خواد که اگه ممکن است حتما به ایران بیام، با همراهی تو ایران را ببینم. مدام داره در مورد سلطان اکبر و خدماتی که انجام داده برای من حرف میزنه. خیلی اینجا توریست اومده، بگونه شده که الان برای خودم هم خیلی جذابه که این قلعه سرخ رو ببینم. فکر میکنم جای خیلی دیدنیه که این همه آدم رو به سمت خودش کشونده. ممنونم از وری که من آورده به دیدن اینجا. تا اینجا واقعا از من پذیرایی کرده، تو راه نگه داشتیم، نوشیدنی خوشمزه بهم داد، کلی بادون زمینی هندی خریدیم خوردیم و بریم ببینیم این قلعه سرخ کجاست. که من چیزی شبیه این اینجا نمی‌بینم. فقط یادم تو مسیر که داشتیم میومدیم یه چیزی شبیه این به چشمم خورد. ما یه خورده این مسیر رو دوباره برگردیم چون درگیر حرف زدم با بک سایت. یس. چون درگیر گپ زدم با وریک بودم، حواسم درست جمع نبود. پلیز. فور می؟ Yes. Thank you. سلام.
میدونم که الان در محلی هستی که قرار بود همدیگر را ببینیم، اما متاسفانه اتفاقی برای من افتاد که نمیتوانم در این محل حاضر شوم. خیلی دوست داشتم کشور ایران را ببینم و با تو در این مسابقه شرکت کنم. از تو معذرت میخواهم و امیدوارم بتوانی تنهایی در این مسابقه شرکت کنی. یه خورده پیچیده شده، چون شبیه این عکسه آدم تو هند خیلی میبینه. من نمیدونم واقعا منظورتون دقیقا. حالا خود قلعه سرخ هم میساشین. اگه یار من میدونست که چقدر ما با سختی، جایی که نه فارسی بلدن نه خیلی خوب انگلیسی، خیابون به خیابون، کوچه به کوچه گشتیم که نشونه ها رو پیدا بکنیم، اینجوری نیومد، اگه میدونست مطمئنم که حتما میومد سر قرار. قسمت و حالا بریم ببینیم که چی میشه. این فرستاده شد. الان قاعدتاً عکس رو دریافت میکنن، میفهمن که ما اون آدرسی که میخواستیم رو پیدا کردیم، هرچند واقعاً سخت. خب اتفاق خیلی خوب افتاد. الان برای من یه پیام اومد که عکس ارسالی شما تایید شد. ما در تهران منتظر شما هستیم. من از این نمیشه. بالاخره رسیدیم مشهد. یکم خسته ایم به خاطر اینکه پرواز نبود تا دو سه روز دیگه و ما باید سریع به مشهد میرسیدیم. راهی ما طولانی بود و مشکل هم دیدیم در راه. حالا گذشت. بخیر گذشت. بخیر گذشت و رسیدیم. چون زمینی آسان نیست از هرات به مشهد آمدن، خوب است که رسیدیم. سلامت و خوب سختی را قبول کردیم. مسابقه ما اصلا شروع سیدیم. مسابقه از اولش برای من و تو سخت شروع شد. سخت. با سختی شروع شد. اینقدر به سختی نباشه. و حالا ببینیم که کجا باید بریم. رسیدیم به مشهد. فقط من میفهمم قبل از اینکه برسیم و من یک پاکت داده شده. این پاکت باید برای منه؟ برای بتون بله که ما را راهنمایی میکنم. حالا بخوان که چی نوشتم. کجا را باید به من ببری؟ برای حضور در تهران از این مسیرها عبور کنید. بسی رنج بردم بدین ثالثی، عجم زنده کردم بدین پارسی. خب این شعر معروف فردوسیه که فردوسی باید بریم مقبره فردوسی. هم عیان و هم نهان پیدا تویی، هم درون گنبد خضرا تویی. این رو شک دارم که مال عطار باشه یا مال خیام باشه، ولی حالا شعر بعدی رو میخونم. میگه بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. این خب شعر معروف خیام. اگر که خیام باشه پس هم عیان هم نهان مطمئنا برای عطار باید باشه. پس فردوسی، عطار نیشابوری و عمر خیام میریم. چه جاهایی بریم. البته قبل از همه اینها من فکر میکنم وقتی رسیدیم مشهد باید ببرم زیارت امام رضا، امام مهربانی که اون اصل کاری است. زیارت محبوب، زیارت بله. همگی میاین اینجا برای دعا. ما هم بریم دعا کنیم که این مسابقه آره از امام مهربانی بخوایم که انشالله حتما آره اتفاقهای خوبی برامون رقم بزنه. अभी हम लोग आगरा में रस्ते ही आगरा और अभी मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा जो आपके लिए सरप्राइज होगा. अच्छा क्या राम میخواد منو سورپرایز کنه. قصدش اینه که حالا که اومدیم تا آگرا، چون از قرار نزدیک به تاج محل، منو میخواد ببره به اون مکان عجیب و غریب. خب من
نه من فکر کنم همه دوست دارم واقعا از نزدیک تاج محل رو ببینم به عنوان یک نمونه معماری منحصر به فرد و شاید بزرگترین خصوصیتش هم حالا برای ما ایرانی‌ها این باشه که بخش عمده‌ای از معمارایی که دستن در کار اون پروژه بودن و به خصوص سرمعمارش با افتخار ایرانی بوده. حالا در مورد تاج محل بزنین تو خودمون مکان در موردش حرف بزنیم، حیف الان از اینجا مزمزش کنیم، ولی خیلی ازت ممنونم. Thank you very much. Most welcome. یه باد خوبصورت هست، خوبصورت. بنده و تشکر از کارشناس احکام شرعی و آداب زیارت. الله آره همش به خط سلسه صورت من داشتم توی اینترنت مطالعه میکردم قبل از سفر به هند، نوشته بود تاج محل مثلا یکی از عجایب هفت‌گانه مدرن دنیاست. یه خورده برام عجیب اومد، ولی الان که باهاش مواجه شدم میبینم که حقا همینطوره. خط ثلث که کار هنرمندای ایرانیه، کار معمارای ایرانیه. اصلا به نظرم زیبایی این بنا به خاطر اینکه بر مبنای عشق ساخته شده، عشقی که شاه جهان به همسرش ممتاز داشته و انقدر این همسرش رو دوست داشته در تمام سفرها و حتی سفرهای جنگی هم که میرفته ممتاز رو با خودش میبرده. برای حضور در تهران از این مسیرها عبور کنید. پس فردوسی، عطار نیشابوری و عمر خیام می‌بینم. جان منم ز مستی سر در جهان نهاده، چون شمع آتش تو بر فرد جان نهاده. تو همچو آفتابی تابنده از همه سو. بی ببرم سوار درشکت کنم. آه ما میگیم درشکه. سلام. اینجا که دیگه مرا آوردی یعنی شاعر عمر خیام که کی نمیشناسه. خیام دوره سلجوقیان زندگی کرده و خیلی شاعر بنامیه، حالا غیر از اینکه حالا شاعر بنامیه فیلسوف بوده و خیلی اتفاقهای مهم رو رقم زده. میگن که حالا من شنیدم که تقویم رو بله اولین تقویم دنیا رو خیام داشته، برای اینکه زمان همون سلجوقیان که گفتی بوده و شاید زمان سلجوقیان به خیام گفت، چون ستاره شناس بود و به سیاره شناس بهش گفت این ماها و روزا خودش علاقه داشت را ساخت و ماهای بهترین
جنتری ما میگیم، یعنی تقویم شما میگه از دنیا هست، همین از اینجاست، یعنی از خیام است که درست ماها رو پشترم چینده. پیشنهاد میکنم وارد اولین کشوری که شدید هست. من رسیدم ارمنستان. آمدی جانم به قربانت. بسیار خوب، پنج روز ما به پایان رسید. الان یواش یواش دیگه باید سر و کله دوستان عزیزمون به اتفاق یاران خارجیشون پیدا شه، ببینیم که توی این مدت چه کار کردن. Again. Do you remember in Konya? Yeah. In the door. We always do this. Yeah, come. Very big guy. Yeah. خب خدا رو شکر ولی گروه رسید. علیرام عزیز سلام. سلام. رسیدم بخیر. سلام. You are welcome. You are welcome to ایران. دیدیم ما رقابت شما رو، خیلی خوش آمدید. قربان شما. معرفی میکنی؟ بله، آقای امره. خب از کشور ترکیه استانبول توی قونیه با هم آشنا شدیم. آشنا چطور بود؟ فوق‌العاده خوب بود. اصلا شک نکنید الان که اول رسیدیم قطعاً اول میشیم. ان شاء الله. You are welcome. Sit down please. بفهمید بشینید. ببینیم که گروه های بعدی هم سر و کله‌شون پیدا میشه یا نه. ببخشید علی رامان. خواهش میکنم. خواهش میکنم راحت باشید. سلام. سرکار خانم محمدی و سرکار پروین خانم. پروینه. خیلی خوش آمدید. حالتون چطوره؟ رسیدم بخیر. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خوبین؟ تشکر. خوب بود؟ خیلی خوب. خسته که نشدین؟ نه. همه چی عالی؟ بفرمایید بشینید تا گروه های بعدی هم بیان. سلام علیکم. به 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 سلام. عزام عزیز چطوری؟ رسیدم بخیر. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام. سلام علیکم. فارسی متوجه میشن؟ بله در حدی. سلام. سلام. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوش آمدید. خوش گلدین. خوش گلدین. خوش گلدین. خوش گردش. خوب بود حساب؟ خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. راضی هستی؟ آره. ایشون از شما راضیه؟ بله رفتیم. آره چهرهش که نشون میده. باکو رو دیدیم، جای بسیاری با هم دیدیم، به قول معروف سلفی گرفتیم، زیر مجسمه نظامی گنجوی رفتیم. آره میدیدیم عکس و فعالیتاتون رو. خیلی آره. خوب بود. هوا سرد بود ولی خوب تجربه خیلی خوبی بود تا رسیدیم تهران. چجوری با هم ارتباط برقرار میکردیم؟ ارتباط دیدیم ولی خوب زبان پانتومیم. از روز اول هم نگران بودی؟ آره ولی خوب ارتباط برقرار شد با زبان پانتومیم. خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید بشینید تا دوستان بعدی هم بیان. تشکر میکنم. منم از شما تشکر میکنم. خوش گلیپسوز. خوش گردوک. خوش تشکر گردوک. تشکر میکنم. خیلی خوب. خیلی خوب. سلام. به به سلام علیکم. سلام. خانم روشن حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. رسیدم بخیر. متشکرم خیلی ممنون. بچه تنها؟ دیگه حالا میگم بعدم براتون مفصله. آخیش. آره. چی شد؟ دیگرتون نیومد؟ نه نه. خب حالا پس بشینید به موقعش باید تعریف کنم برای به 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 سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ سوگل خانوم حال شما چطوره؟ خوبی؟ ملاله خانوم. بله ما فعالیت های شما رو رصد میکردیم. ملاله خانوم مختینه دکار. آره روزت دو فرانس؟ اوی آه ایشون یه مدت ساکن فرانسه بودن، الان ولی در افغانستانید. سفر چطور بود؟ سفر که خیلی خوب بود. باید از سوگل جان بپرسید. آره. برخلاف تصورم هرات واقعا زیبا. هرات. آفرین. چقدرم خوب تلفظ می‌کنن. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. ما منتظر یه گروه دیگه هستیم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. No problem. بنشینید. خب 5 تا گروه رسیدن. گروه کاوه خداشناس هنوز نرسیده، امیدوارم که اتفاق خاصی براشون نیفتاده باشه. بچه‌ها موافقید که ما مسابقه رو ادامه بدیم تا بیان کاوه اینا؟ بله. موافقید؟ بله بله چرا که. خب پس ما مسابقه رو ادامه میدیم. بالاخره مسابقه است. اگر رسیدن که فبا، اگر نرسیدن که خب حذف میشه.
توی این فرصت برم سراغ سرکار خانم روشن و اینکه چی شد خانم روشن، همگروهی شما چی شد پس؟ راستش نمیدونم، من تمام اون علائمی که بود و چیزایی که فکر میکردم نشانه‌هاست آره که برم و به در واقع یارم برسم تمامو انجام دادم، ولی ایشون نمیدونم به موقع بود همه. بله همه چیز به موقع جایی بود. جایی توی سفر تعللی نداشتی؟ یه جایی منحرف نشدی؟ اشتباهی نرفتی؟ تا اونجایی که احساس میکردم درسته و بعد انجام بدم نه، تمامش درست بود. حالا عکسایی هم که میفرستید و شما میدیدید بله. در طول سفر در جریان بودید. سه روزم گشتم ولی متاسفانه ایشون حاضر نشد. آه سلام سلام سلام، خوش آمدید یار. ویلکام. یار هندی من یعنی پارتنر. آره آره خیلی هم ماشاءالله پر انرژی. سلام سلام. نماسته نماسته. چرا چی شد؟ خیلی قصه پیش اومد. من دیر رسیدم به ریگ ریگ، برگشت کلکته، دوباره ازش خواهش کردم برگرده. آره اینا رو چه می‌دیدیم؟ آره مفصل. نه اینجا چقدر دیر رسیدیم؟ اینجا خب کلی اتفاق افتاد، ترافیک و تهران و گوشی من تو هند ویروس گرفت، ما هم دیگه رو گم کردیم. حالا مفصل. سیدون پلیس. خیلی خوش آمدید. آره. خب خدا رو شکر. اینم از کاوه و آقای ریکبت، خیال ما بالاخره راحت شد. خب خانم روشن، پس شما سه روزم گشتید، بله جای دیگه هم رفتید بگردید؟ بله کامل، ولی ایشون متاسفانه نیومدن. نیومدن بله. و شما دست خالی برگشتید. بله. ای بای خیلی بده خانم روشن. خیلی الان من میبینم بچه هر کدوم یک یار بسیار هنرمند و دوست داشتنی دارم و من محرومم از این یار. آره من یه خبر بد دیگه هم دارم خانم روشن. توی این مرحله باید با شما خداحافظی بکنیم و شما حذف بشیم. آره خب بازنده قابل... که اعلام نمیشم. نه بازنده نه، فقط ادامه مسابقه رو نمیتونیم در خدمتون باشیم. نداره از راه دور بچه ها رو من به خدای بزرگ میسپارم. آخیش آره. البته حضور داشته باشید، ولی خب طبق قانون مسابقه که من روز اولم گفتم، سرکار خانم روشن چون نتونستن در واقع همگروهی خودشون رو پیدا بکنن، ایشون نیومد. تاکید کنیم بازیگر خارجی نیومد. بازیگر خارجی نیومدن، حالا علتش بوده. باید با خانم روشن خداحافظی بکنیم. متعاد دوستان، این شطوریه که در خانه بقیه گروه ها ممکنه بخوابه، یعنی اگر تعلل کنید، اگر حواستون به نشانه ها نباشه، اگر مثل کاوه نمیدونم بازی گوشی بکنید، آره علیرام آره. پس خدا رو شکر من در اوج خداحافظی کردم. خیلی باشه. آره الان نمیدونم علیرام چجوری میخواد این شطور در خونتون بخوابه رو تجربه کنه، در جمعه کنه واسه امره. یونو کمل کمل یا اینو آره کمل سی نات سی، شطور دیدی ندیدی. آره اینا رو الان میخواد ترجمه کنه. In my life before, yeah, I didn't see camel. You didn't? Of course, where is the camel in Turkey? آره ترکیه هم کمل داره، شطور داره. میگه نداره، میگه ندیدم تا حالا. Sometimes in festival in Turkey and it's trees they are walking with the man. آره تو بعضی از فستیوالا آره. I didn't festival. آره اما اگر تو هر مرحله حواستون رو جمع نکنید، در واقع شما هم از مسابقه حذف میشید و ممکنه که فقط دو گروه به ایستگاه آخر برسن. تو این مرحله من توضیح بدم، بعدنم سرکار خانم محمدی و سوگل خانم ترجمه میکنن. امیدوارم که حسام هم خوب بتونه به النار برسونه دیگه. آره نه متاسفانه ما هفت تا ایستگاه و هفت مرحله داریم که یکی یکی شما باید این مراحل و این ایستگاه ها و این وادی ها رو در واقع چیکار بکنید؟ طی بکنید. توی هر ایستگاهی که میرسید حتما باید اونجا برای ما عکس بفرستید، یعنی به قول قدیمی ها اونجا باید سک سک بکنید، بعد ادامه بدید به سمت ایستگاه بعد. حواستون به نشانه ها باشه، حواستون به یک قطعاتی از یک لوح باشه که مربوط به اون گنگ میشه. هفت تا قطعه است، باید این هفت تا قطعه رو پیدا بکنید، کنار هم بچسبونید که تبدیل به یک متن یا یک شعری میشه که اون رمز مسابقه ماز. توی هر مرحله هم ما بهتون میگیم که چه کار بکنید و با توجه به نشانه ها برید به مرحله بعد. من فقط موندم علیرام چقدر تون همزمان خیلی انگلیسی داره شده ترجمه میکنه برای مرحله. مجبورم چون دوست داره بدونه چه اتفاق میفته آره. و مجبورم بچه ها یه تیکه از این لوح توی یک بیابانی هست، شما باید برید این رو پیدا بکنید و بعد قطعات بعد. مطمئن سه تا خواهش ازتون بکنم، در تمام طول مسیر شما باید آنلاین باشین، جی پی اس گوشیتون روشن باشه،
هر ایستگاهی که رسیدید عکس بگیرید، برای ما عکس بفرستید، و از همه مهمتر هر کاری که داشتید از طریق اپلیکیشنی که توی گوشیتون هست برای من پیام بفرستید تا ما هم نشانه های بعدی رو به شما بگیم، نشانه ایستگاه بعد رو به شما بگیم، هم کمکتون بکنیم. پس این سه تا مورد رو فراموش نمی کنید. خانم سعیدوا متوجه شدید کاملا؟ بله. آماده اید؟ بله. آره. بسیار خوب، من یکی یه همیان یا کوله پشتی خدمتتون تقدیم میکنم. سپاسگزارم. توش دو تا شال هست که نشانه گروه شماست و اولین نشانه. مرسی. درسته؟ بفرمایید. خانم روشن متاسفیم. آره من دارم با آره. خیلی ممنون. خب. بچه الان باز نکنید. الان باز نکنید. الان باز نکنید. آره باز نکنید. ما باز کردیم. آره. ببخشید. توش یک نشانه است. خب. نشانه رو باید رمزگشایی بکنید که به شما میگه مقصد بعدی شما کجاست. بعد در طول روز ما با همدیگه در ارتباط هستیم، رمزها و نشانه هایی رو به شما میگیم و مسیر حرکت شما رو چیکار میکنیم مشخص میکنیم. منتها من میخوام خواهش بکنم حتما آنلاین باشین لطفا، جی پی اس گوشیاتون روشن باشه، برای من پیامک بفرستید از طریق اپلیکیشنی که دارید، با همدیگه در تماس باشیم. و اینجوری نیست که اگر شما متوجه مثلا ایستگاه سوم شدید یه راست از ایستگاه اول برید ایستگاه سوم. حتما ایستگاه ها رو باید پله به پله، مرحله به مرحله طی بکنید. موافقید؟ بله. بله. گروه اول علیرام، صبح زودتر از همه میتونه راه بیفته. چرا؟ گروه دوم چرا آخه؟ برای اینکه زودتر از همه رسیده. نه آها من دیر رسیدم. آره دیرم رسیدی دیگه. آره. گروه دوم گروه کاوه است، گروه سوم خانم طهماسبی هستن، گروه چهارم هم سرکار خانم نرگس محمدی، گروه پنجم هم حسام نواب صفوی عزیز. من شاید دلم بخواد شیشه بشونیم. فقط باید برسین دیگه. ببینید فردا شب ما یه قراری داریم که هر کی زودتر ایستگاه رو طی کرده باشه، شب زودتر به قرار برسه در واقع امتیاز میگیره. امتیاز میگیره. What's your problem? من تو میتونی ما فارسی کل کل کنیم. برای چی؟ برای چی انگلیسی کل کل میکنیم؟ برایش سوال بود، میگفت چرا اینقدر آقا چیزه؟ چیه؟ طولانیه. طولانیه. درگیر شدیم با هم. درگیر شدیم. به چی هم خب؟ جوابشو بده. طولانیه. خب کیفا رو دست بگیرید لطفا. توش یه دونه عکس هست، در بیارید نگاه بکنید. یه قرار اگر میدونید کجاست که هیچ، اگر نمیدونید یا توی همین کتابخونه یا هر جایی که دوست داری باید متوجه بشید که کجاست. این اولین قدمه. نه دیگه اینجا مسابقه است. خب دوستیم ما هم دیگه. ولی اینجا رقیبیم. اینجا رقیبیم. متوجه شدید دوستان؟ اولین جایی که شما باید به سمت این عکسی که ببینید، اولین پله است از مسیر شما و مقصد شما. اگر میدونید کجاست که هیچی، اگر نمیدونید باید برید پرسجو بکنید یا تو این کتابخونه یا جای دیگه. اوکی وی وان ثانک یو سو مچ. تمام مدل من اینجا فیلم بازی کردم. جدی میگی؟ من تو این لوکیشن کار کردم. عجب خوشحال. Don't say anything. آره هیچی نگید. یس قشنگ یارش شد شبیه خودش. الان میدونی نه؟ آره دیگه. Are you ready? Other things. میگم بعد از یه مدت از آدم شبیه هم گفت. یعنی حتی مسیرم نه واقعا باید برید این عکس رو رمزگشایی بکنید یا توی اینترنت یا توی کتاب ها یا از بزرگترها بپرسید. Thank you so much. Thank you. You are welcome anytime. ما رفتیم. بعد عرض کنم خدمت شما که و بعد صبح خیلی زود راه بیافتید که برسید به اولین ایستگاه و اولین وادی و اولین مقصد. اولین ایستگاه اینه؟ بله. خیلی خوشحال شدم. چیکار می‌کنید خانم محمدی؟ نه دارم من اینجوری میبینم تو مسیر آخه کدوم بری بری مثلا کجا بری. اول عکس رو باید رمزگشایی بکنید دیگه. متوجه شدید؟ اصلا اطلاعات عمومی باید بیشت. دارم عکس رو دیدم، دارم رمزگشایی میکنم. دارید رمزگشایی میکنید؟ الان چی میزنید توی گوشی تو میشه به من بگید؟ دارم میزنم دیگه چیزی. بچه ها سوالی چیزی نیست؟ نه. حتما؟ بله. پس ایشالله فردا شما رو توی اولین ایستگاه میبینین. ما رو که مربوط به این عکس هست ما رو میبینین. شاید هم بقیه هم بیان انشالله. اگر پیدا نکردیم چی؟ نمیبینیم. اگر پیدا نکردید آره دیگه فردا شب شما رو زیارت نمی کنیم، بنابراین فکر میکنم از مسابقه حذفید.
مثل سرکار خانم روشن. سوالی چیزی؟ نه. خانم تماس بی. سوالی چیزی؟ شما هم دارید میگرید. کاوه جان سوالی چیزی؟ ما حقیقتش باشه. خب میریم آماده بشیم که مسابقه رو در بخش داخلی و سفرنامه داخل ایران با حرارت و انرژی و انگیزه و آگاهی آغاز کنیم. خیلی ممنونم. آرزو موفقیت. سیو سون. اینه که کامل داره که میدونم که کاشا من با این کمله دارم تو رو رسل میکنم.